درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم در پنجشنبه 9 آذر ماه 29 نوامبر. انتخابات در کشور ما معضلات جدی دارد. باید بدانیم این قانون برای نظام هزینه دارد و باید رفع شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس میگوید در قانون انتخابات سوال ما این است که کسی که سنش از 75 سال گذشته آیا میتواند رئیس جمهور فعالی باشد یا خیر؟ اگر کسی میخواهد قصه آقای هاشمی را بخورد باید بگویم مطمئنم که هاشمی نامزد نمیشود. ممکن است انتخابات 92 سه قطبی شود. یک قطب یا خود رئیس جمهور یا دوستان وی از یک نفر حمایت خواهد کرد. یک قطب دیگر اصولگرایان هستند که با دولت رقیبند و قطب سوم نیز غیر اصولگرایان هستند. ما در انتخابات آینده 40 نامزد خواهیم داشت که 25 نفر از آنها اصولگرا و 15 منفرد و اصلاح طلب خواهند بود. اصلاح قانون انتخابات در مجلس بعید است که به دوره 11 برسد. حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری میگوید شیطنت بین المللی منتظر است تا ببیند هاشمی، موسوی خوئینی ها و مشایی چه میگویند. پلیس آلمان گروهی از ایرانیان را که عصر چهارشنبه با سنگ و رنگ به سفارت جمهوری اسلامی ایران در برلین حمله کرده بودند بازداشت کرد. وزیر امور خارجه آلمان در گفتگوی با همتای ایرانیش از این واقعه ابراز تأسف کرد. خبرگزاری فارس گفته که مهاجمان وابسته به سازمان مجاهدین خلق بودند. این گزارش می‌افزاید که مهاجمان پلاکارد‌هایی در اعتراض به حمایت‌های ایران از غزه در دست داشتند. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در انتخابات ریاست جمهوری باید حداقل و حداکثر سن افراد وجود داشته باشد. سواد دانشگاهی هم به معنای صلاحیت رئیس جمهوری نیست، اما حداقلی از آن لازم است. تاکنون تعریف حقوقی دقیقی درباره رجل سیاسی، مذهبی بودن یا مدبر بودن افراد وجود نداشته. از این رو جای چنین قانونی خالی است و باید شفاف شود. محمد رضا باهنر تاکید میکند این طرح برخی ایراداتی دارد و ممکن است برخی بگویند دست شورای نگهبان را می‌بندد. لذا این موضوع در حال رایزنی است و اگر اکثریت مجلس موافق این محدودیت نباشند می‌تواند تصویب نشود. به هیچ عنوان اینطور نیست که هیئت رئیسه بخواهد طرحی تصویب یا رد یا به مجمع ارجاع شود. سخنگوی شورای نگهبان پیشتر گفته بود مجلس نمیتواند شورای نگهبان را محدود کند. عباس علی کدخدایی تصریح کرد اعضای شورای نگهبان زیاد موافق طرح اصلاح مفادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری نیستند. شورای نگهبان نظرش این است که همان اصل 115 کافی است. تشخیص رجل سیاسی و مذهبی بر عهده اعضای شورای نگهبان است و نباید در آن تغییر ایجاد شود. ممکن است در تعریف رجل سیاسی ابهاماتی وجود داشته باشد و در جای شورا کوتاهی کرده باشد، اما وقتی میگوییم مدیر و مدبر باشد الزاماً فردی که تحصیلات عالی داشته باشد مد نظر نیست. سخنگوی شورای نگهبان تاکید میکند مشکل ما این است که افراد شخصاً وارد انتخابات میشوند، امروز یک شعار میدهند و فردا شعار دیگری. در این بین نیز کسی نیست که پاسخگوی تغییر رفتار و شعار این افراد باشد. سایت اصولگرای باستاب امروز نوشته است رهبر جمهوری اسلامی ایران با متوقف کردن طرح سوال از احمدی نژاد در مجلس شورای اسلامی مانع از افشاگری او علیه نظام شده است و این حرکت به معنای حمایت رهبر جمهوری اسلامی از احمدی نژاد نیست. روزنامه کیهان امروز در یادداشتی نوشته است برخی اعضای مرکزیت مجمع روحانیون که در فتنه 88 نقش آفرینی کردند به تاکتیک نخنمای فرار به جلو و نعل وارونه متوسل شدند. مرور اظهارات موسوی خوئینی ها و خاتمی حاکی از آن است که طیف جفاکار و قانون شکن در فتنه 3 سال پیش میکوشند قیافه استقنا و بیمیلی نسبت به انتخابات را با وجود تکاپوی شدید برای بازگشت به این عرصه به نمایش بگذارند. به گزارش وبسایت کلمه دور جدید فشارها بر خانواده میرحسین موسوی که با تماس تلفنی تهدیدآمیز و ممنوع الملاقات شدن یکی از دختران او آغاز شده بود اکنون با از سرگیری فشارهای شغلی و به جریان انداختن دوباره پرونده سازی های قبلی ادامه یافته است.
حبیب الله عسکرولادی دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری با پوچ توصیف کردن ایده دولت وحدت ملی میگوید ما نمیتوانیم با کسانی که هنوز خود را از براندازان جدا نکرده اند و وحدت کنیم، چرا که وحدت ما ایمانی بوده و با وحدت ملی شدنی نخواهد بود و وحدت ما آهنگ ولایت دارد. اگر ما بخواهیم در چنین طرحی نخست وزیر سابق را در فهرست وحدت ملی بیاوریم، قطعا مقابل مردم قرار گرفتیم. ما باید خود را با آهنگ ولایت تطبیق دهیم و اگر آقای موسوی خوئینی ها نمیخواهد براءت بجوید، نجوید. در سال 88 وقتی که وزارت کشور سلامت انتخابات را اعلام کرد، رهبری حکم رئیس جمهور را تنفیذ کرد و مجلس نیز آن را تایید کرد. عسکرولادی میگوید اگر کسی بگوید که تقلب شده، مقابل نظام قرار گرفته است، چرا که نمیتوان گفت رهبر تقلب را تنفیذ کردند. عسکرولادی هشدار داد این اقدام درستی نیست که فردی با سیاه نمایی علیه نظام و انتخابات ریاست جمهوری زمینه را برای دشمن فراهم کند و حتی در تریبون اسرائیل و آمریکا این مصاحبه تشویق شود. نباید نظام را سیاه نمایی کرد و انتخابات ریاست جمهوری را سیاه جلوه داد. آیت الله مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان چند روز پیش در مصاحبه پشتیبانی از آیت الله خامنه ای را واجب و تضعیف او را حرام اعلام کرد. مهدوی کنی با تاکید بر اینکه رهبری یک نوع تقدس دارد، یادآور شد آنها که در جریان فتنه 88 به معارضه پرداختند، اگر مقام ولایت و رهبری را قبول داشتند، نتیجه انتخابات را میپذیرفتند. به گزارش شبکه ایران، رسول صنایع راد یادداشت نویس روزنامه جوان روز چهارشنبه 8 آذر ماه از سوی علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه به سمت ریاست اداره سیاسی سپاه پاسداران منصوب شد. شبکه ایران احتمال داده علت برکناری زودهنگام علی اشرف نوری معاون پیشین امور سیاسی سپاه بی ارتباط با انتظارات علی سعیدی از کارکرد معاونت سیاسی سپاه به ویژه در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و عدم موضع‌گیری او در برابر دولت احمدی نژاد نباشد. بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات 3 روز دیگر در جلسه 12 آذر مجلس شورای اسلامی انجام می‌گیرد. از شما پرسیدیم تغییر قانون انتخابات در ایران با چه هدفی پیگیری میشه؟ همونطور که ببینید کاربران فیسبوک و فاک گزینه تضعیف نقش دولت در انتخابات رو انتخاب کردن، گزینه‌های دیگه ممانعت از تکرار ریاست جمهوری احمدی نژاد، کاستن از قدرت شورای نگهبان، حذف زودهنگام یک کاندیدای احتمالی و تحکیم موقعیت ریاست مجلس هست. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیندازیم در هفت پرده به آخرین کشاکش‌های سیاسی بر سر انتخابات در ایران. اگر یک روزی در آینده‌های دور یا نزدیک که احتمالاً آینده‌های نزدیک چنین چیزی پیش نمیاد، احساس بشود که به جای نظام ریاستی نظام پارلمانی مثلا مطلوبه، مثل که در بعضی از کشورهای دنیا معموله، هیچ اشکال ندارد، میتوانه این رو تبدیل کنه نظام جمهوری اسلامی، این خط هندسی رو به این خط دیگر هندسی. وظیفه قانونی ما این هستش که ما نظارت رو به گونه ای انجام بدیم که نهادهایی که از رهگذر انتخابات شکل میگیره اون نهاد سالم، صحیح و قوی باشه. عباس علی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان: دولت مجری انتخابات نیست، دولت تنها از برگزاری انتخابات پشتیبانی میکند. نظرسنجی شبکه ایران وابسته به روزنامه دولتی ایران. اسفندیار رحیم مشایی با بیش از 35% از آرا گزینه نخست پاسخ دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری آینده است. محمد خاتمی با حدود 21% از آرا و قالیباف شهردار تهران با 18% از آرا در رتبه دوم و سوم قرار گرفتند. حسن علی نوری، مدیر کل دفتر انتخابات وزارت کشور: ثبت نام از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری فروردین ماه 1392 آغاز خواهد شد. موسوی خوئینی ها عضو مجمع روحانیون مبارز: نباید به هر قیمتی در انتخابات شرکت کرد. امیدی ندارم که حاکمیت راه را برای انتخابات آزاد باز کند. رأی موسوی را خوردند و زندانیش کردند، میگویند تبری بجویید. نمی شود که همه خودشان را با قد و قواره‌ای که آقای جنتی متر می کند اندازه کنند و تطبیق دهند.
امیرحسین قاضی‌زاده عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس: شروط تعیین کاندیدا باید با قانون احزاب اصلاح شود، نه قانون انتخابات. طرح اصلاح قانون انتخابات الغا کننده اشکال و اخلال در روش برگزاری انتخابات است. این طرح به نفع جریان فتنه است. روزنامه رسالت: اصلاح طلبان در دو دهه گذشته نشان دادند که تنها به زوال نظام راضی می شوند. اینکه تصور کنند نظام در یک روند قهقرایی حضور آنها را در انتخابات آینده به رسمیت خواهد شناخت، به نظر می رسد که تنها یک توهم برای گرم کردن سر خودشان است. مهمانان امشب با آقای مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار، سردبیر پیشین روزنامه آفتاب یزد در استودیوی صدای آمریکا، آقای حسن دایی، مدیر بنیاد غیرانتفاعی در جستجوی حقیقت از منسفیلد در کنتیکت، و آقای مرتضی کاظمیان، عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، از فعالین ملی مذهبی و روزنامه‌نگار. درود به هر سه شما، به افق خوش آمدید. آقای واحدی، قبل از اینکه وارد بحث مسائل سیاسی داخلی و مطالب مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری بشیم، ابتدا من دوست داشتم نظر شما رو، واکنش شما رو به اون چیزی که دیروز در برلین رخ داد و عده‌ای از ایرانیان حمله میکنن، اعتراض میکنن، حالا با سنگ رنگ، به روایت متفاوتی هست که داخل حیات سفارت رفتن، داخل ساختمون نرفتن و بحثی، به هر شکل وارد فضای سفارت جمهوری اسلامی در برلین شدن. یک سال پیش روز سه‌شنبه 8 آذر گروهی در ایران در تهران رفتن و سفارت بریتانیا رو گرفتن، منجر به قطع ارتباط شد. چقدر این نوع حرکت ها در خارج از کشور دفعه اول هم نیست که در واقع ایرانیان معترض به این سفارت ها میشن، فکر میکنید این شیوه عمل شیوه درستی است؟ به نام خدا، سلام به شما بینندگان و مهمانان برنامه. من اجازه میخوام قبل از اینکه پاسخ بدم، چون بحث انتخابات هست و دو سه جلسه ما اینجا در حضور آقای دکتر مهدی خزعلی با اینکه اختلاف نظر با ایشون داشتیم صحبت کردیم، ازشون یاد بکنیم که الان در زندان هستن، و همچنین خانم ستوده که در وضعیت بدی هستن در اعتصاب قضا و زندانیان دیگه. یه نکته من بگم، چون اشاره کردید با خزعلی، ما تو این چند وقت تر تماس بودیم با اعضای خانواده ایشون و ظاهرا خانواده ایشون رو تحت فشار گذاشتن که حتی با رسانه ها صحبت نکنن در مورد وضعیت ایشون. بفرمایید. طبیعیه. بله. ببینید، اون چیزی که در آلمان اتفاق افتاده از دو سه تا منظر میشه نگاه کرد. یکی این که به هر حال الان در خیلی جاهای دنیا، نه فقط در ایران یا مرتبط با ایران، عرف شده برای اعلام اعتراض به عملکرد یک حکومت، کسانی که در خارج از کشور هستن به سفارتخونه اونجا مراجعه میکنن. طبیعتاً بستگی به میزان بغض و کینه‌ای که وجود داره یا عصبانیت که وجود داره، ممکنه واکنش‌ها هم متفاوت باشه. من هنوز جایی ندیدم که خیلی حرکات غیر اخلاقی انجام شده باشه یا کسی رو ایذا اذیت کرده باشن. اگر کسی رو واقعا آزار و اذیت کرده باشن، هر کس باشه، حتی اگر کسی مجرم هم باشه، باید محاکمه بشه. اگر اون باشه، طبیعتا ما دفاع نمی‌کنیم. اما این الان عرف، ضمن اینکه این عرف رو جمهوری اسلامی پایه‌گذاری کرده. آقای خمینی وقتی که سفارت آمریکا اشغال شد، گفتن انقلابی شد بزرگتر از انقلاب اول. سال گذشته وقتی به سفارت انگلیس حمله شد، آقای خامنه‌ای گفتن اون خانه خبیث. طبیعتاً این چیزها رو بابش خود آقایون باز کردن. امروز اگر ناراحتن، باید برن از عملکرد خودشون پشیمون بشن. وقتی که ولیعهد عربستان فوت کرد، رفتن جلوی سفارت عربستان در تهران شیرینی پخش کردن. به هر حال این چیزایی که خود جمهوری اسلامی باب کرده. نکته دومی که وجود داره اینه که سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی از نظر بسیار از مردم در خارج از کشور مظهر حاکمیت هستن، مظهر حاکمیتی که سرکوب میکنه، و این سفارتخونه هم نمایندگی سرکوب به عهده دارن. یعنی بسیار از افراد باور دارن که از طریق سفارتخونه ها فیلم برداری میشه از ایرانیان، اگر در تجمعاتی شرکت میکنن پرونده سازی براشون میشه، و بسیار از افراد هم در تجمعاتی در جلوی سفارتخونه ها بودن، به محض اینکه برگشتن ایران دستگیر شدن. این در واقع یک نوع واکنش است. یعنی ببینید، ما بیش از اینکه بگیم حالا این کار خیلی با منطق و قانون جور در میاد یا نه، باید برگردیم به کسانی که صدمه میخورن. و عرض میکنم سفارتخونه مظهر حاکمیت سرکوبگری هست که مردم راهی غیر از این ندارن. در داخل کشور که امکان اعتراض وجود نداره، در خارج از کشور این هست. البته بازم من تکرار میکنم، اگر واقعا تعرضی به کسی شده باشه، ما محکوم میکنیم. اما اینم یک نوع ورود به برشک. برشک اونجا خاک ایران، خاک جمهوری، حالا اونجا در اختیار حکومتی است که ممکنه شما منتقدش باشه، ولی نفس این کار از لحاظ برشک اعتراض از نظر شما مورد تایید یا؟ ببینید، اگر از نگاه جمهوری اسلامی نگاه کنیم، چون حرکت خودجوش بوده، باید تحسینش هم بکنیم، چون معمولا اینطور حرکات میگن خودجوش. اونجا قطعه از خاک ایران، نه قطعه از خاک بیت آقای خامنه ای.
اونها هم ایرانی بودن رفتن. به هر حال به نظر من اگر از این دید بخوایم نگاه کنیم، من عرض میکنم اگر، باز تکرار میکنم، فقط اگر حرکت ایذایی و یا اهانت به کسی شده باشه، از نظر من به عنوان یک ایرانی قابل قبول نیست، با فرهنگ ایرانی همجور در نمیاد. اما در گزارش چنین چیزی نشد، میگم من هم چون نگاه کردم ندیدم. به نظر من خود حکومت مقصر، هیچ راهی برای اعتراض باقی نگذاشته، چه در داخل و چه در خارج از کشور. به همین جد و بعدم اگر کسانی میرن در جلوی سفارتخانه تظاهرات مسالمت آمیز میکنن، فیلم برداری ازشون میکنن، وقتی برمیگردن ایران یا خانواده‌شون تحت فشار میذارن، به نظر من شاید راهی غیر از این نبوده. اگرچه عرض میکنم خشونت رو قرار نیست از ما ترویج نکنیم، اما واکنش ها رو نمیشه خیلی در قالب منطق ها برد. آقای کاظمیان بشنویم واکنش شما رو به این حمله، حالا به شکلی با سنگ و رنگ به سفارت جمهوری اسلامی در برلین. نظر شما کار مورد تاییدی است؟ نقد داری بهش؟ این اعتراض رو میشد بدون رفتن به داخل حیاط سفارت انجام داد به نظر شما؟ بله، سلام به شما و مهمانان و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که نفس اعتراض که خب مفروض است، قابل دفاع در هر جغرافیای سیاسی، به هر حال شهروندان حق دارن اعتراض خودشون رو به سیاست‌های حاکم، به خصوص نظام سیاسی مسلط، ابراز کنند. ولی فقط نکته‌ای که وجود داره، ولی من فکر میکنم که در تکمیل صحبت‌های آقای واحدی باید اون رو برجسته کرد، اینه که به هر حال ما شیوه‌هایی رو که اخلاقی نمی‌دونیم و شیوه‌هایی رو که خودمون نفی و طرد می‌کنیم، نباید تعقیب کنیم یا در عمل سیاسیمون به اونها تمسک کنیم. یعنی اگر خشونت بده، اگر خارج شدن از گفتمان اعتراضی در از کلام بد هستش، اگر رفتارهای پرخاشگرانه یا دست زدن به اقداماتی که خارج از عقلانیت سیاسی هستش از سوی حکومت درست نیست، طبیعتاً در نقطه مقابل کنشگران سیاسی هم موظفن خودشون رو تعدیل کنن یا رعایت کنترل کنن ابراز عقیده سیاسی خودشون رو. به این معنا حق اعتراض سیاسی مفروض هستش، اما در مورد شکل اون، چون من اطلاعاتی بیشتر از اون چیزی که در سایت ها اومده ندارم، نه از کسانی که معترض شدن، چون دو تا روایت بوده، خبرگزاری داخلی اونها رو منتسب کردن به نیروهای برانداز یا مخالف ساختاری جمهوری اسلامی، صراحتا گفتن که فارس نوشته که این کار مجاهدین بوده. آقای کاظمیان، بله همین، یعنی به هر حال خبرگزاری‌های نزدیک به حاکمیت در ایران چون این روایتی دارن، در خارج به هر حال پناهجویانی هستن و شهروندانی هستن که از ایران به هر دلیل مهاجر شدن یا رانده شدن یا در تبعید هستن و به هر حال نفس اعتراض در هر شکلی قابل دفاع است. اما اون چیزی که مهمه شکل رفتار است، یعنی هر در واقع تمسک به هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف قابل توجیه نیست، به خصوص که ابزارهای خشونت‌آمیز درش وجود داشته باشه و عقلانیت سیاسی رو یا به هر حال رفتارهای مسالمت جویانه رو متولور نکنه. آقای دایی بشنویم واکنش شما رو به این ماجرای سفارت جمهوری اسلامی در برلین، و همونطور که اشاره کردم فارس خودتون دیدید گفته که این کار مجاهدینه. چرا نمیگن کار مثلا گروه‌های چپ؟ چرا نمیگن کار سلطنت طلباست؟ کار نمیدونم جمهوری خواهان؟ اپوزیسیون زیاد هست خارج از کشور. بله، با سلام جناب دقانپور، با سلام آقای واحدی و آقای کاظمیان و درود به همه هموطنان عزیز. ببینید، اولا به اعتقاد من یه تفاوتی از بین حمله بسیجیان داخل به سفارت انگلستان، چون بالاخره سفارت انگلستان نماینده قانونی و واقعی انگلستانه، بریتانیاست. یه مش پاسدار وقتی حمله میکنن اونجا رو با آشوب میکشن، این تفاوت داره که یه عده ایرانی، آلمانی ها که حمله نکردن به سفارت جمهوری اسلامی در آلمان، ایرانی ها حمله کردن، میگن آقا تو نماینده ما نیستی. درست هم میگن. در مورد شکل قضیه هم خب متاسفانه ماها که نمیتونیم تعیین بکنیم. دفعه پیشم در نیویورک دیدید که یه مقدار خب حرفای بدی زدن به مهمان پرست، اینها رو ما که نمیتونیم تعیین کنیم. وقتی همه راه ها بسته شده، خب به این شیوه ها دست میزنن. بهترش این بود که تمام کشورهای اروپایی و جامعه بین المللی تمام این سفارت خونه ها رو میبستن راحت، دیگه هموطنان هم به خودشون زحمت نمیدادن برن تو سفارت. خب چون راهی نیست، به حرف ما گوش نمیکنن، خب این کارا رو میکنن. ما نمیتونیم محکوم کنیم که واقعا. اینم که جمهوری اسلامی خب تو این چند ماهه‌ای که مجاهدین از لیست تروریستی در اومدن، سعی میکنن همه کارها رو
به اینها منتسب بکنن تا خب مثلا در صحنه بین‌المللی بتونن یه مقدار فشار رو بر اونها اضافه کنن. به اعتقاد من امروز صبح دیدم یک گروهی به نام آنارشیست‌ها اومده بودن بیانیه داده بودن، گفته ما بودیم. من واقعا اطلاعی ندارم، ولی واقعش اینه که به نظر من ما که نمیتونیم محکوم کنیم، مگه ماها در حدی از ما نمیدونیم اولا چی بوده داستان، ثانیا جمهوری اسلامی اصلا اونجا بیخود هست، باید کرسیشو از سازمان ملل هم بگیرن چه برسه سفارتخونه هاشونو، بعد برسیم به اینجا که خب شیوه برخورد با این سفارتخونه های غصب شده توسط جمهوری اسلامی چیه. به شک محکوم نمیکنید، ولی تاییدم که نمیکنید یا تایید میکنید؟ من در موقعیتی نیستم جناب دقانپور بتونم تایید، من اصلا در موقعیت نیستم. بحث شما به عنوان فعال سیاسی، فکر میکنید این کار موجهی است؟ باید ایرانیان خارج از کشور اگه فرصت پیدا بکنن به داخل سفارت جمهوری اسلامی در کشور مختلف برن، یا فکر میکنید این کار باید به شکل دیگری در اعتراض در فضای بیرون از سفارت انجام بگیره؟ به حرف من که خب کسی فکر نمیکنم گوش کنه. اگه گوش کنه، من اگه بخوام بگم، من میگم به جای این کار یک مبارزه سیاسی و یک کارزار عظیم در خارج کشور را بیفته که تمام سفارتخونه ها رو ببندن که به اینجاها نرسه. بسیار خب آیه باهدی، برگردیم به داخل و این فضایی که برشک به نظر میاد اشاره شد که این حکومت به قول شما حکومت نماینده مردم نیست، به همین دلیل سفارتش میشه با شرکاری انجام داد. البته اون بحثم واقعا قابل طرح هستش که از منظر یه دید در ایران ممکنه همون سفارت انگلیس هم در واقع اونها هم کاری انجام بدن که از منظر اون حکومت مورد تایید نباشه، حالا اون بحث ما نیستش. ولی اتفاقی که رخ داد و خبری که به نظرم قابل توجه است، تغییر معاون سیاسی سپاه است در کمتر از یک سال. آقای نوری رو همین چند پیش گذاشته بودن سر کار و به سرعت به فاصله چند ماه بعد یک فرد دیگری آقای رسول صنایع راد آوردن. و این هم اشاره بکنم آقای صنایع راد اخیراً یه مطلبی نوشته بود و برنامه ما رو متهم کرده در اونجا، یه مطلبی است به عنوان مثلث شوم سپاه حراسی، و گفته این برنامه سرداران حکومت سرداران که ماها پیش از همین برنامه افق پخش شده، نقطه آغاز به قول اونها کلید زدن پروژه سپاه حراسی بوده و بعد این رو در داخل ایران دنبال کرده. این فرد در واقع معاون سیاسی سازمان عریض و طویلی به اسم سپاه است. چه میگذره؟ چرا فکر میکنید که این تغییرات داره انجام میشه؟ چرا این آدم داره میاد سر؟ من یه شوخی بکنم، میگفتن یه کسی خونش کنار اتوبان بود، بعد بهش میگفتن ماشین انقدر سریع رد میشن، رو تحسن ازش میگفت نه نه نه. این مقاله آقای صنایع راد که من خوندم، هی همه جاش گفته که اصلا ما توجه نمی‌کنیم، ولی کلی فوش به همون برنامه داره که نشون میده اتفاقا مثل کسی که خونش کنار اتوبان بوده حسابی از این برنامه تحت تاثیر قرار گرفته. واقعیتش ببینید اتفاقی که افتاده، یک منش کلی حاکمیتی و مدیریتی آقای خامنه‌ای داره، و اون اینه که افراد هیچگاه احساس ثبات نکنن. معمولا مدیران ضعیف اینطور هستن، مدیرانی که ضعیفن و میترسن از زیردستانشون شرایط ایجاد میکنن. یعنی شما حتما دنبال منطق نباشید که تعویض یک انسان، یک مدیر، یک فرد، یک مسئول، حتما یک منطق مدیریتی پشت سرش باشه. یک نوع ایجاد در واقع التهاب، عدم ثبات و استقرار رو در همه ایشون ایجاد میکنه. دلیل خاصی هم نداره، یعنی مثلا در یه دوره ظرف 3 سال 2 دفعه فرمانده نیروی انتظامی رو عوض میکنه، یک بار یه آدم بی‌کفایت مثل احمد مقدم رو 8 سال نگه میداره. یعنی ایشون خیلی ثبات نداره کارهاش. اما در مورد این موضوع به خصوص میتونه کاملا، یعنی ما که انگیزه یابی نمیتونیم بکنیم و انگیزه خانی، اما میتونه متاثر باشه از اینکه توقعاتی که داشتند رو برآورده نکرده. یعنی اون چیزی که شبکه ایران نوشته، چون خودشون به خوبی میدونن، خودشون دارن در آستانه انتخابات مرتب فرماندارها و استاندارها رو عوض میکنن، اومدن در مورد معاونت سپاه هم گفتن حتما توقعات رو برآورده نکرده، این کار انجام میده. به نظر میرسه دنبال کسانی میگردن که با وقاحت، من خیلی صریح میگم با وقاحت بیشتر بتونن این حرفا رو بزنن. یعنی ببینید این که یک سری فرمانده نظامی که حالا عنوان نظامی رو هم به نظر من قصد کردم، من دفعه قبل اینجا گفتم واقعا اینا نمیشه گفت نظامی، اینا هیچ ویژگی نظامی، نه دیسیپلین نظامی دارن، نه اخلاق نظامی دارن، نه حتی بسیاریشون شجاعت نظامی دارن. اینها اگر واقعا عوامل سرکوب پشت سرشون نباشن و پول کلان دنبالشون نباشه، از بسیار از آدمای عادی ترسوتر هستن. یعنی واقعا نشانه های نظامی ندارن، ولی به هر حال نظامیان متناسب با جمهوری اسلامی هستن. اینکه با وقاحت کامل میان فرمانده بسیج میاد میگه که فلان کس رفته، یعنی در واقع فرمانده بسیج همیشه قوه قضاییه، میگه خاتمی رفته پول گرفته، پس حق شرکت در انتخاب نداره. یعنی قوه قضاییه است، شورای نگهبان، وزارت کشور، ریاست جمهوریه.
به نظر میرسه دنبال افرادی میگردن که خیلی با جسارت بیشتر، با وقاحت بیشتر بیان موضع‌گیری سیاسی بکنن و من متاسفانه عبارتی بهتر از این بدونم کنم، عربده‌کشی سیاسی بکنن. یعنی نوع حرفایی که اینا میزنن اظهار نظر سیاسی نیست، رجزخانی همراه با یک نوع حقارت و ضعف درش هست که فقط در مورد افرادی که به نظرشون الان قدرت در اختیار ندارن رجزخوانی بکنن. من مواضع این آقا رو که خوندم مقایسه میکنم، خیلی تفاوت عمده‌ای بین مثلا ایشون با نفر قبلی نیست. اینا حتما باید از یک فیلتر اولی رد شده باشن. یکی از نقدایی که نوشته شده بودم که آقای نوری ظاهرا موضع‌گیری به قول خودشون در قبال جریان انحرافی نکرده، بی بصیرت بوده. یعنی مثلا اینا چون الگوی بصیرت آقای خامنه‌ای که یه نفر به نام احمد نژاد آورد که الان موی دماغ خودشه، چون ایشون الگوی بصیرت، اگه کسی در این حد شناختش قوی نباشه حتما بی بصیرت تلقی میشه. من عرض کردم میتونه این دلیل باشه، یعنی یک دلیل قوی هم میتونه باشه که توقعاتی که در آستانه انتخابات از افراد تریبوندار سپاه داشتن اون آقای قبلی محقق نکرده و اومدن سراغ این. بعض وقتا واقعا دعواهای شخصی، شاید شما باورتون نشه، اختلاف مثلا ممکنه خانم آقای سعیدی با خانم آقای نوری باعث میشه که آقای نوری رو برکنار کنن. تو جمهوری اسلامی چون مناسب خیلی بر اساس این جالبه که فرمانده سپاه تو این قضیه ظاهرا تصمیم گیرنده نیست، یعنی نماینده ولی فقیه، اون بخش سیاسی سپاه در زیر نظر نماینده ولی فقیه، بله بخش سیاسی سپاه، چون قرار هم گفته بود، این نفر گفته بود که آقای جعفری چون الکنه آقای سعیدی رو گذاشتن اونجا که بهتر حرف سیاسی بزنه. یه بخشی از وظایف ایشون واگذار شده، آقای سعیدی قبلا مسئول حفاظت اطلاعات بوده، سابقه سرکوب و زندان موازی و اعتراض موازی اینها رو داره و الان هم نیاز به این آدمو داره. آقای کاظمیان بشنویم در نظر شما رو در مورد این تغییر برشه قابل توجه در بخش مهمی از سپاه که در طول سالهای گذشته معاونت سیاسی بسیار خبرساز شده بود، چقدر اساساً مهمه؟ یعنی فکر میکنید که این آقای سنایراد واقعا شخصیتی که میتونه در تغییرش نقشی بازی بکنه؟ من نگاه میکردم این مطلبی هم که اشاره کردم ایشون نوشته در این سایت بصیرت و گفته که پروژه سپاه هراسی از صدای آمریکا کلید خورده و به داخل رفته، عنوان برنامه رو حتی اشتباه نمیشه، نمیشه حاکمیت سرداران، سرداران حاکمیت. بعد من سرچ کردم، جستجو کردم، دیدم آقای یدالله جوانی این همین مطلب رو حدود یک سال پیش در واقع نوشته، ولی اینجا خب ایشون نمیدار یه توضیحاتی داده، ولی حتی عنوان موضوع رو هم ایشون حکومت سرداران کرده، حاکمیت سرداران، حالا یا به اشتباه نقل کرده یا اینکه خواسته حکومت رو تبدیل به حاکمیت بکنه. ولی اساسا این تغییر تحول در سپاه رو شما چطور میبینید؟ این قدرت‌های موازی به نظر شما تو سپاه دارن زور آزمایی میکنن؟ ما داده های متقنی یا اخبار موثقی از درون حاکمیت نداریم. طبیعتاً اون چی که از بیرون فقط میشه در موردش داوری کرد بیشتر به هم بگرده به ارزیابی عمومی ما از ماهیت ساختار قدرت در ایران. من خودم چون به این ترتیب نگاه میکنم که حاکمیت سیاسی در ایران کاملاً وجه اقتدارگرایانه داره، متکی است به شخص رهبر جمهوری اسلامی و البته در کنار ایشون، گرداگرد ایشون و همسو با رهبر جمهوری اسلامی یک جریان امنیتی نظامی رانتی هست و آیت الله خامنه‌ای و این جریان امنیتی نظامی رانتی به هر حال در یک تعاملی با هم دیگه به سیاست گذاری و خط مشی گذاری میکنن و پروژه‌های اساسی نظام رو طراحی و هدایت میکنن، البته به سکانداری آقای خامنه ای. طبیعتاً در یک فضایی که ترسیم شد هر گونه تغییر و تحول میتونه معنیدار باشه، یعنی تمامی کسانی که تأمین نمیکنن مطالبات نظام سیاسی رو یا خروجی حاکمیت رو اونچنان که هست تضمین نمیکنن به حاشیه رونده میشن. من با این تعبیر که آقای واحدی داشتن که به هر حال حتی اختلاف همسران ممکنه منجر به جابجایی افراد بشه خیلی همدل نیستم. حالا البته میدونم که ایشون ممکنه مزاح کنن، ولی به هر حال در یک چنین سطوحی آقای سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه وقتی دست به تغییر میزنه کاملا به نظر میرسه که اون رویکردهای تمامیت خواهانه ای که مسلط است در حاکمیت جمهوری اسلامی تامین نشده از طرف فردی که یک سمت حقوقی رو بر عهده داشته. آخه مگر آقای کاظمیان چطور هست که مگر آقای علی اشرف نوری رو مگه اینها نمیشناسن که ایشون تصمیم میگیره ایشون رو بگذاره به عنوان معاون سیاسی، بعد چند ماه بعد میفهمن که ایشون بی بصیرت فرد جدید رو میگذارن؟
بله ببینین الان از زمانی که آقای نوری اومده تا این سرهنگ صنایع راد حدوداً یک سال گذشته و به هر حال افراد موقعی که در یک مقامی قرار میگیرن بدون بررسی کارنامه اونها انتخاب نمیشن، ولی وقتی که در موقعیت قرار میگیرن طبیعتاً ادبیات اونها، موضع‌گیری اونها، مصاحبه ها یا تعامل اونها با مرکز ثقل قدرت میتونه تغییر بده جایگاه اونها رو، یعنی باعث حفظ اونها بشه، باعث ارتقای موقعیت اونها بشه یا باعث تغییر اونها. به خصوص در ماهای مونده به انتخابات ریاست جمهوری 92 که به هر حال میتونه یه نقطه عطف باشه برای یک دستسازی بیش از پیش نظام سیاسی یا تامین هرچه بیشتر مطالبات مرکز ثقل قدرت، این دست تغییرات به نظر من بی‌معنی نیستش و همه در راستای اون چشم‌اندازی که جریان تمامیت‌خواه برای خودش تعریف کرده قابل ارزیابی هستش. خب آقای دایی، اگر بحث بر سر این باشه، چون نکاتی مطرح شده بود که وقتی به فصل انتخابات نزدیک میشیم نیروهای سیاسی عمدتاً به یه دلایل خاصی اجازه پیدا میکنن که بیان با رسانه خارج از کشور هم صحبت بکنن. خیلی مواقع بود از دوره انتخابات آقای احمدی نژاد، از کمپین اصطلاحاً مردمی ایشون افراد میومدن با همین تلویزیون خود ما مصاحبه میکردن، افراد دیگری از کمپین‌های دیگر انتخاباتی از طرف آقای موسوی و آقای کروبی. چقدر این تغییر به نظر شما در مسیری که به سمت انتخابات میریم میتونه از این جهت باشه که ایشون با این شکلی که موضع‌گیری کرده و اشاره میکنه کیل زدن پروژه سپاه حراسی از صدای آمریکا شروع شده، فکر میکنید اینها یک تلاشی است برای اینکه بتونن جلوی مانور یه سری افراد رو بگیرن که بخوان از طریق رسانه‌های خارج از کشور در داخل به شکلی تبلیغ غیر مستقیم بکنن؟ بله، من یه توضیح کوتاهی بدم که اونطور که انتخابات رو میبینم یا اون نمایشی که در ایران هست به نام انتخابات، چون اون چیزی که اتفاق میفته از 4 سال یه بار که انتخابات نیست، 4 تا 5 تا از خودشون رو میارن میذارن جلو مردم، میگن به اینها رأی بدید. الان البته گفته آقای اسکرادی 40 نفر قرار ظاهرن بیان. خب حالا دیگه الان دیگه جلوش هم دیگه نمیتونم بگم. اتفاقا نکته منم همینه، به همینجا میخوام برسم. ببین خمینی اولش که اومد نمیتونست با شعار آزادی و دموکراسی اومده بود، نمیتونست که انتخابات نگذره، ولی بعد که مستقر شد دیگه چرا نمیاد قطعش کنه؟ دیگه تو ولایت مطلقه فقیه که انتخابات معنی نداره، رئیس جمهور معنی نداره. خب یه فوایدی براش داشت تو این سالها، تو این 30 سال گذشته حکومت فایده برده، ولی داره تغییر میکنه. فایده اولش این بودی که خب مشروعیت میداده به نظام، مردم رفتن پای صندوق و نظام مشروعیت داره. دومش این که مردم فریب میداده که ببینید دنبال راه حل دیگه ای ندید، بالاخره تو انتخابات یکی پیدا میشه مشکلات شما رو حل میکنه، چرا دنبال ساختار شکنی میدید، تغییر رژیم میدید؟ همین انتخابات خوبه. یکم جامعه بین المللی فریب میده که آقا این دفعه نشد، با خاتمی نشد، با ما کنار بیاید، با احمد نژاد نشد، دفعه دیگه از انتخابات یه امامزاده میاد مسائل همه ما رو حل میکنه. یکم تقسیم قدرت بین جناها، این انتخابات نمایشی فایدهش اینا بوده. ولی شرایط فرق کرده. اگه ما این تفاوت شرایط رو نبینیم فکر کنیم تکرار گذشته. حتی 4 سال پیش هم فرق کرده بود با 30 سال گذشته. و اونم اینه، حکومت وضعش خرابه، ورشکسته است. ببینید یه جنبش دموکراسی خواهیه، آتش زیر خاکستر هست. بنابراین حکومت در درجه اول در انتخاب قبلی اومد یک مقدار برای گرم کردن تنور انتخابات فضا رو باز کرد، دید که این اعتراضات مثل آتشفشان بیرون زد. بنابراین زیر بار نمیره، رژیم ورشکسته است، مردم گرسنه‌اند، تحریم ها هست و این زیر بار این نخواهد رفت. میخواد یک انتخابات حداقلی برگزار کنه. اما از اونجایی که رژیم ورشکسته است و اون خامنه ای مسئول اصلیشه، کاری که میخوان بکنن اینه، میخوان یه انتخابات حداقلی بدون سر و صدا برگزار بکنن مثل انتخابات سال گذشته. اشکالش اینجاست، جناها زیر بار نمیرن. دیدید 4 سال پیش نه آقای موسوی و نه آقای کروبی، الان 3 سال و نیم گذشته، هیچ کدوم از کسانی که به اصلاح طلبان وابسته هستن و عطا رفسنجانی حرف ولی فقیه رو هنوز نپذیرفتن، بنابراین کوتاه نمیان. دوم، باید تقلب بکنه برای اینکه در انتخابات همیشه حکومت تقلب باید بکنه. اشکالش اینه که الان تو وزارت کشور یه احمدی نژاده که با خود خامنه ای زاویه داره. بنابراین همه اینها رو که جمع میزنیم، به جناح بندی ها که نگاه میکنیم، میبینیم اشکال در اینه. وضع حکومت خرابه، حرف خامنه ای رو نمیپذیرن، تمام جناح ها صداشون در اومده، علت اصلیش هم فقط تقسیم قدرت و بردن بخشی از سفره مردم نی، دلیل اصلیش به اعتقاد من همینه، حکومت در آستانه سقوط، جناها صداشون در اومده که آقا با این ناخدایی که روی این کشتی هست یعنی خامنه ای همه ما غرق خواهیم شد، کوتاه نخواهند اومد. بنابراین به نظر من نمایش انتخابات سال آینده
برای ولی فقیه بسیار دشواره. سعی میکنن کنترل کنن تو سپاه و همه جا این قوانینی که میخوان عوض بکنن، تغییر آدم هایی که میدن، همش رو باید در این رابطه دید. ولی فقیه میخواد انتخابات بی سر و صدا حد اقلی برگزار کنه و آدم خودش رو بذاره، ولی در این مسئله به اعتقاد من مشکل اساسی داره. باید همین پرسش رو اگر چطور فکر میکنه، آیا چنین روی کردی ممکنه مد نظر باشه که اینا بخوان از لحاظ رسانه‌ای قضیه رو کنترل بکنن؟ من نگاهم به اون چیزی که اسمش انتخابات ریاست جمهوری سال 92 میذارن با تمام اون چه در سالهای گذشته اتفاق افتاده متفاوته. به نظر میسه حتی این تغییرات بیش از این که تاثیرگذاری بر انتخابات درش مد نظر باشه، ایجاد نوعی فضای انتخاباتی مطرحه. یعنی همین بحثایی که ما میکنیم که بر خاطر انتخابات دارن این کارو انجام میدن که خیلی جدی بگیریم، مثل که مثلا اگه آقای نوری باشه قالیباف میشه رئیس جمهور، اگر آقای سنایی راد باشه مثلا حداد عادل میشه. کما اینکه بعضی حتی همین بحث تغییر قانون انتخابات رو هم من از همین زاویه میبینم. یعنی ببینید، شما در انتخابات یا بایستی واقعا یک رقابت اصیل و استانداردی وجود داشته باشه، آدمهایی بیان با برنامه مشخص با هم دیگه صحبت کنن یا از جناح مختلف، یا این قرار از داخل یه مش آدمایی که فقط تفاوتشون که کدومشون مجیز بیشتر میگن یکی انتخاب بشه، باید فضای کشور رو به هر حال یک نوع انتخاباتیش بکنن. من گمان میکنم باز هم حاکمیت، البته من تحلیلم اینه که تا حدود بهمن ماه سختگیری ها بیشتر میشه، بگیر به من تا بیشتر میشه، از اون به بعد شروع میکنیم باز کردن و باز هم به طرف انتخابات که اگر انتخاباتی برگزار بشه همین امکان مصاحبه با رسانه‌های خارجی هم فراهم خواهد شد. از این دیدگاه به نظر من فشاری بر فعالان سیاسی و انتخاباتی نخواهد اومد، چون اصلا فعالانی به اون معنا وجود نداره. فعالانی که میخوان انتخابات شرکت کنن، یکیشون آقای اسکرولدی که به ماهواره میگه علمک شیطان، یکیشون آقای نقدیه که میگه من رفتم یه سخنرانی تو تهران پارس کردم 175 نفر مردم خودشون اومدن آنتناشون رو تحویل دادن، نمیدونم کجای ماشین آقای نقدی گذاشتن آوردن. یعنی ببینید اونها دیدگاهشون نسبت به ماهواره که خیلی با هم تفاوتی نداره، آقای نوری و آقای سنایی راد هم همینطورن. من گمان میکنم بیشتر از این که بحث این باشه که حالا مثلا میخوان فشار بذارن، هر چی میتونستن فشار آوردن روی رسانه‌ها که رسانه‌ها رو بگیر به بند بکنن، کسی صحبت نکنه. الان هم خیلی محدود افراد با شما صحبت میکنن، اینطور نیست که حالا مثلا تعداد زیادی شجاعت به خرج بدن صحبت کنن، کسانی که کاملا از جان گذشته هستن صحبت میکنن. من در این راستا خیلی نمیبینم موضوع رو. آقای کاظمیان بشنویم نظر شما رو در مورد این تحلیلی کردن آقای دایی کردن. آقای مهدوی کنی همین چند روز پیش یک مصاحبه کردن، اونجا گفتن تضعیف رهبری حرامه، به این صراحت صحبت از این میکنه. آیا به نظر شما نیروهای سیاسی هستن که در جهت تضعیف آقای خامنه ای دارن حرکت میکنن؟ تو این تحلیل شما چگونه است؟ آقای یغانپور، من قبل از این که به این پرسش پاسخ بدم اجازه بدید من زاویه دید خودم رو در رابطه با انتخابات اون تبیین کنم، این که اساساً از چه منظری نگاه میکنم. اگر ما در رابطه با انتخابات صحبت میکنیم یا در رابطه با طرح اصلاح قانون انتخابات که الان در مجلس در جریان هستش یا قرار بررسی شه، ولی به هر حال فراموش نکنیم که دو نامزد انتخابات قبلی آقای موسوی و کروبی الان حدود 22 ماه هست در حبس هستن، در حصر خانگی هستن، بدون اینکه حتی محاکمه نمایشی مثل دیگر زندانیان برای اینا برگزار شده باشه، یا به هر حال زندانیان سیاسی با وجود اینکه در اختیار بازجوها هستن در تحت فشار جدی هستن. یعنی از خانم ستوده که امروز 45مین روز اعتصاب قضاش است، از آقای سعید مدنی یک جامعه شناسی که حامی جنبش سبز 11 ماه هست، ایشون در بند 209 اسیر، یا آرش سالی نماینده وزارت اطلاعات ظاهرا گفته بوده که خانم ستوده به اعتصاب قضاش ادامه بده، ظاهرا توصیهشون به خانم ستوده همین بوده. بله، یعنی به هر حال علارغم اینکه زندانیان در اختیار نهاد قضایی و بازجوها و نهاد امنیتی هستند، ولی باز هم سختگیری در مورد اونها لحاظ میشه و این علاوه بر فضایی است که شامل تمام جریان‌های سیاسی در ایران شده، به خصوص اونهایی که منتقد هستند و اصلاح طلب. یعنی جبهه مشارکت عملاً همچنان غیرقانونی است، ارگانی نداره، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی همینطور، چرای شاخص اینها در زندانن، نهضت آزادی ایران، شورای فعالان ملی مذهبی، اینها چرای مشخصی از اینها همه در زندانن، در بیرون همه تحت تهدید و فشار هستند و فضای رسانه‌ای مطبوعاتی ایران هم کاملاً تحت کنترل و سانسور. در یک چون این وضعی ما داریم در رابطه با انتخابات صحبت میکنیم،
با این زاویه دید من میخوام بگم که من اون وقت با آقای دایی خیلی همدل نیستم، یعنی برگزاری یک انتخاباتی که در اون نامزدهای مختلفی بتونن تنور انتخابات رو با استفاده از ابزار عریض و طویل صدا و سیما و به حال شوری که معمولا در فضای انتخاباتی ایجاد میشه به طور کاذب گرم کنن چندان کار پیچیده‌ای برای جمهوری اسلامی نیست. اون چیزی که مهم هست اینه که انتخابات آزاد، سالم و عادلانه نیستش. حالا اینکه به حال نامزدهای مثل آقای حداد عادل، آقای قالیباف، آقای ولایتی، آقای پورمحمدی، رضایی، متکی و کسان دیگری و آقای ولایتی، کسانی که یک فهرست عریض و طویل رو میتونن شکل بدن که آقای اسکرالادی هم به اون اشاره کرده، اون بحث دیگری است. یعنی کاملا صورتسازی یک انتخابات توسط حاکمیت با توجه به ابزار سرکوب، با توجه به پول نفت، با توجه به ابزار تحریف حقیقت دستگاه‌های تبلیغاتی، حاکمیت اقتدارگرا در ایران به نظر میرسه در این موقعیت هستش که بازی خودش رو، نمایش خودش رو برگزار کنه. همون چیزی که آقای میرحسین موسوی در آذر 89 یعنی دو ماه قبل از به حس رفتن اعلام کرد، یعنی حوادث بعد از کودتای انتخاباتی 88 تلاش برای تکوین یک کره شمالی با بذک دموکراسی در ایران بود. چیزی که انتخابات 92 هم به نظر میرسه که همین چشم‌انداز رو داره عملیاتی میکنه، وگرنه که اونچنان که آقای موسوی خوئینی‌ها گفت، آقای موسوی الان هیچ پرونده قضایی نداره، یعنی محاکمه نشده. اگر آقایون راست میگن، آقای موسوی از درون حبس خانگی مجدد نامزد انتخابات بشه. ولی خب میدونیم که یک چنین چیزی کاملا ذهنی هستش، منتفی است و بلوک قدرت آقای خامنه‌ای و جریان امنیتی نظامی رانتی که در رأس سپاه به هر حال نمایندگی میکنه خودش رو، اینها تلاش میکنن یک نامزدی که حداکثر همسویی با رهبر جمهوری اسلامی رو داشته باشه، حداقل چالش رو ایجاد کنه مثل آقای احمدی نژاد، موی دماغ رژیم سیاسی نشه، برگزینن و این در واقع بتونه جمهوری اسلامی رو از این بحرانی که در حوزه‌های مختلف، در حوزه اقتصادی، در حوزه مناسبات بین‌الملل و به ویژه در حوزه مشروعیت دموکراتیک باش دست به گریبان هست، مدیریت کنه و خارج کنه، در حالی که کاملا مشخص ریشه مشکلات جای دیگه‌ای هست، یعنی همون جایی که این طرح اصلاح قانون انتخابات تلاش میکنه که اون رو اصلاح کنه، یعنی با صورتبندی یک هیئت اجرایی جدید میخواد بگه که آقا انتخابات رو قرار یک هیئت جدیدی برگزار کنه، برخلاف اون حوادثی که معمولا در انتخابات های ریاست جمهوری شاهد هستیم، یک کارناوالی شکل میگیره از نامزدهای مختلفی که حتی دیپلم ندارن، اینها بیان فیلتریزه شن، مثلا افراد از این بعد فقط فوق لیسانس داشته باشن. این یک تلاشی است برای روبنه‌ها. چرا؟ چون که شکاف بین ملت و دولت در ایران بعد از انتخابات 88 بعد اکثر خودش رسیده، چون بیزاری طبقه متوسط مدرن، اختلاف نظر سبزها، کسانی که دموکراسی خواه هستن، با حاکمیت مستقر مفروض هستش. یعنی آقای رضایی هم حتی میاد میگه که ما احتیاج به آشتی داریم و این چیزی است که همه باندهای قدرت در ایران فهم کردن. اما پاسخ اونها به این وضعیت به عقیده من همون چیزی است که باز تولید کننده اقتدارگرایی است، یعنی به جای اینکه بیان انتخابات آزاد، سالم و عادلانه رو برای رفع بحران مشروعیت در پیش بگیرن، تلاش میکنن که یک روبناهایی رو اصلاح کنن یا تلاش کنن برای اینکه یک رنگ جدیدی بزنن به یک انتخاباتی که البته نمایشی و فرمایشی خواهد. اینکه برشک یکی از مواردی که بحث از صرف نظر از اینکه این تصویب بشه، حالا قرار یک شنبه دوشنبه مجلس این رو دوباره در دستور کار قرار بدن برای بررسی این تغییر یا اصلاح قانون انتخابات رو، اینکه صراحتا اشاره شده که تشخیص رجل سیاسی ممکنه در عهده شورای نگهبان نمانه و میشه خارج از اون مکانیزم در واقع این رو پیگیری کرد، خواستگاهی به نظر شما چیست؟ یعنی چه گروهایی هستن که از این جریان نفع میبرن اگر این انحصار از دست شورای نگهبان خارج بشه، اگر شورای نگهبان حالا بپذیره؟ ببینید، شورای نگهبان با همون عینک به هر حال متسلب خودش تلاش میکنه همه چی رو با نص قانون اساسی طبیعتاً یا با قرائت سیاسی ایدئولوژیک خودش تطبیق کنه. اینجا در تصریح اصل 115 ویژگی‌های رئیس جمهور تعریف شده است، یعنی رئیس جمهور متاسفانه در ایران میتونه سیکل داشته باشه، حتی دیپلم نداشته باشه و میتونه یک فرد 100 ساله باشه. خب کاملا مشخصه که چنین فردی توانایی ریاست بر جمهور ایران رو نداره.
نمایندگان مجلس صرف نظر از انگیزه هاشون همچنان که گفتم تلاش میکنن یک روبنای جدید رو سامان بدن، ولی متاسفانه اینها فراموش میکنن که اگر شرط سنی دارن قائل میشن، مثلا گفتن از 40 سال تا 75 سال، فراموش میکنن که آقای جنتی یک فرد 85 ساله هست و بیش از 85 سال سن در دبیری شورای نگهبان داره با نظارت استصوابی فیلتریزه میکنه نامزدهای منتخب رو. یا در همون طرحی که تدوین شده، جالبه، برای اینکه یک نفر خودش رو بتونه نامزد انتخابات معرفی کنه، باید فهرست متولی از حامیان که گاه به 425 فرد حاضر در حاکمیت جمهوری اسلامی خواهد رسید، اینها رو به عنوان حامیان خودش معرفی کنه. یعنی 425 فردی که یا نماینده مجلس بودن یا وزیر بودن یا استاندار بودن یا معاون رئیس جمهور بودن. و طبیعی هستش که کسی که بتونه یک چنین رضایتی رو ایجاد کنه کاملا محدود هستش، با سوابق خاصی باید باشه. عملا گردش نخبگان که یکی از ویژگی‌های روندهای دموکراتیک هست به حاشیه رانده میشه، یعنی فقط کسانی که در درون بلوک قدرت حضور دارن، کسانی که عضو این حاکمیت هستن، شریک ساخت قدرت هستن، امکان دخالت در انتخابات دارن، امکان نامزدی دارن، و همه اینها در شرایطی صورت میگیره که اون نظارت استصوابی به جای خود هست. و چون شورای نگهبان مایل نیست که این ابزار اقتدار رو از دست بده، من فکر میکنم که به احتمال خیلی زیاد این طرح رد بشه، چنان که در انتخابات پیشین در زمستان 87 هم یک چنین تلاشی صورت گرفت. چالش بین مجلس و شورای نگهبان منتقل شد به مجمع تشخیص مصلحت نظام و اونجا متوقف شد. در این طرح هم من فکر میکنم که امیدها نسبت به اینکه تغییراتی صورت بگیره در قانون انتخابات اولا بلا موضوع هست. حتی اگر یک شروطی مصوب بشه در مجلس، چنان که گفتم از زاویه ویژگی‌های یک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه که استانداردهای بین‌المللی خودش رو داره و جمهوری اسلامی هم مطابق مصوبه‌ای که در اتحادیه بین‌المجالس داره در سال 94 موظف است، مکلف است به اونها تمکین کنه، اما این ویژگی‌ها، این استانداردها متأسفانه لحاظ نمیشه و طبیعتاً در واقع چشم‌انداز انتخابات آتی با شرایط سیاسی ایران، با در حبس و حصر بودن آقای موسوی کروبی، سرکوب نیروهای سیاسی منتقد، به حاشیه رفتن همه منتقدین، عملا یک آرزو خواهد بود. آقای وایدی، صرف نظر از اینکه ما به بحثمون در مورد انتخابات آزاد و سالم اینا هست که خب اینا یک آرزوی سیاسی بیشتر میتونه تعبیر بشه، ولی این بار اول نیست که قانون انتخابات ایران تغییر میکنه. در همون سال اول انقلاب هم قانون انتخابات رو تغییر دادن. چقدر احتمال میدید که این بار این اتفاق بیفته و چه کسانی نفع میبرن از این تغییر اگر این تغییر اتفاق بیفته؟ بحث زیادی تو این گزینه‌های ما میدید تو فیسبوک مطرح شده بود که آیا به دنبال اینن که سناریوی احمدی نژاد تکرار نشه، کاندیدای خاصی رو میخوان از این طریق عبور بدن یا افراد دیگری رو میخوان حذف کنن، هیئت رئیسه مجلس میخواد خودنمایی بکنه، این وسط بازی قدرت به نفع چه کسی به نظر شما تغییر میده؟ من گمان میکنم اصلا وارد کردن فاکتور احمدی نژاد به موضوع انتخابات فاکتور خیلی دقیقی نیست. نه اینکه احمدی نژاد هیچ قدرتی در ایران نداشته باشه یا نتونه آزار به آقای خامنه‌ای برسونه، این نقش رو داره و داره خوبم انجام میده، اونم نه به خاطر دفاع از مردم، بلکه احساس میکنه اگر الان بتونه آزار اذیتی برسونه، امتیازی بگیره میتونه، اگر نه بعد از ریاست جمهوری پوستشو میکنن. اما اگر قرار بود احمدی نژاد بتونه ایفای نقشی بکنه در انتخابات مجلس، این کار رو میکرد. انتخابات مجلس که تعداد زیادی کاندیدا هستن و اکثر طرفداران احمدی رو رد کردن، در اونجا هم مقاومت راحت‌تر از ریاست جمهوری بود، چون بر سر ریاست جمهوری خب خیلی جدی نظام برخوردش و اصلا امتیاز نمیده. احمدی حتی یک تون از کاندیداش نتونست در انتخابات مجلس نجات بده. به همین جهت به نظر من این که ما فکر کنیم حالا چون احمدی نژاد هست میخوان موضع احمدی نژاد رو تضعیف کنن، این نیست. ولی ظاهرا یه طیفی از اصولگراها پذیرفتن، تو که اسکرالادی هم گفته بود که یک کسی کاندیده از طرف دولت خواهد بود و احمدی نژاد اطرافیانش هم ازش. خب این در واقع همون بازارگرمی هست که عرض کردم، یه مقدار باید بحث مطرح بکنن. واقعیتش آقای کاظمیان گفتن که باید گردش نخبگان انجام بشه، جمهوری اسلامی امکان گردش نخبگان رو فراهم که برن گردش کنن، ولی اما در حکومت نباید بچرخن. من دیدگاهی که دارم، ببینید شما اشاره کردید بارها قانون انتخابات در ایران تصحیح شده، اصلاح شده، به قول خودشون تغییرات ایجاد شده. تغییرات اولا یه نکته درش هست، شما نگاه کنید اولین انتخابات مجلس بر اساس قانونی بود که میگفتن هر کاندیدای میخواد به مجلس راه پیدا کنه بایستی نیمه به علاوه یک آرا رو داشته باشه. در مجلس سوم تبدیلش کردن به یک سوم، در مجلس ششم که هفتم کردنش به یک چهارم. یعنی در واقع خودشون هم میفهمیدن اگر حتی یک بویی از انتخابات بیاد، کسانی که تایید صلاحیت میشن در اون موقعیت نیستن که حتی یک چهارم مردمی که رأی میدن بهشون رأی بدن. به همین جهت مدن حساب رو آوردن پایین‌تر.
حتی اگه اشتباه نکنم دو مرحله شدن انتخابات هم حاصل از همین تغییرات دو مرحله شدن که نخیر بود اما اومدن بعد جا دو مرحله رو حذفش کردن گفتن که حالا اگر مثلا تعداد رأی اینطوری بود فقط مثلا دو نفر بودن دیگه نمیخواد مرحله دوم برن یعنی یک هر جا که قرار بود که حق مردم در گزینش رعایت بشه حذفش کردن هی سختی رو اضافه کردن اما برای اینکه بدونید واقعا مجلس چقدر دقت داره در قانون گذاری من دو سه تا از مواد قانون انتخاباتی که الان وجود داره مثلا در مورد قانون انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب شوندگان آقای کاظمیان گفتن اصلا شرط تحصیلی نیست رجال مذهبی سیاسی ایرانی الاصل تابع ایران مدیر و مدبر یعنی چیزی که اصلا قابل متر کردن نیست دارای حسن سابقه و امانت تقوا تقوا سنجش هم که دست آقای جنتی مؤمن به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور اما در مورد انتخاب کنندگان خیلی شرط جالبه 16 سال تابعیت ایرانی عدم جنون شما حساب بکنید مثلا کسی میخواد بیاد رأی بده میخوان جنون سن اونجا بزنن به نظر من هر چی فکر کردم خدای چجوری میشه گفتم مثلا یه دیوانه ای که دیوانگیش به تایید شورای نگهبان رسیده باشه پای صندوقو میذارن میگن دیوانه چه دیوانه بهت خوشش آید این به هر کس خندی میفرن طرف دیوانه است نمیذارن یعنی واقعا ببینید نوع قانون گذاری تمسخرآمیزه شما میگید کسی که میخواد رأی بده عدم جنون اینو کی میخواد احراز کنه یا مثلا گفتن در مورد نمایندگان مجلس شرایطی گذاشتن یکیش اینه که کسانی که بنا بر حکم محاکم صالحه قضایی به ارتداد محکوم شدن نمیتونن کاندیدا بشن خب اگر کسی در محاکم صالحه جمهوری اسلامی محکومش که اعدامش کنند برای شاهین نجفی آدم فرستادن خارج که بکشتش بعد داخل کشور یه نفر در محاکم صالحه به ارتداد محکوم شده باشه هنوز زنده راه داره میره به کاندیدا بشه بعد شورای نگهبان ردش کنه همین بند بارها تکرار شده یعنی از اول قانون انتخابات هر بار اصلاح کرده نه مجلس اصلاح طلب ششم فهمیده این رو نه مجلس چهارم فهمیده نه مجلس هفتم فهمیده نه مجلسی که آقای لاریجانی رئیسشه یعنی اصلا فقط دارن حجم رو زیاد میکنن ولی چه نیروی سیاسی هست که اگر بپذیریم واکنش شورای نگهبان هم دیدیم اگر که میخوان یک جریان سیاسی هست میخواد تسلط شورای نگهبان رو به چالش بکشه یا میخواد به شکلی حداقل محدودش بکنه چه نیروی سیاسی فکر میکنی نفع میبره از این قضیه اصلا ببینید شورای نگهبان خودش هم اختیاری نداره ببینید شورای نگهبان همین شورای نگهبان برای اینکه بدونید رفتارش چطوره خودش هم صریح میگن آقای بهزاد نوی داریم خدا ان شاء الله از زندان نجاتش بده ایشون در مجلس میاندوری مجلس سوم کاندیدا شد تایید صلاحیت شد یک سال بعدش انتخابات مجلس چهارم رد صلاحیت شد انتخابات مجلس پنجم تایید شد میان دوره پنجم رد شد ششم تایید شد هفتم رد شد بعدم آقای جنتی میگه ما دست میگن که مصلحت سنجی از بیت رهبری شد یعنی ببینید اصلا شورای نگهبان خودش هم اختیار نداره در مورد آدمای عادی که جای شناخته شده نیستن اصلا مهم نیست این قوانین هم خیلی کارسازی نداره که مثلا طرف حسن شهرت داشته باشه یا سوء سابقه داشته باشه این برای افراد مشخص سیاسیه که این هم شورای نگهبان هم تصمیم گیر نیست به نظر من اصلا اینکه ما فکر کنیم شورای نگهبان اختیاری داره که میخوان محدودش کنن نخیر در مورد افرادی که میتونن بر حاکمیت تاثیر داشته باشن شخص سید علی خامنه ای تصمیم میگیره اونم که اصلا اینقدر آدم با بصیرتی که تصمیماتش میرسه به احمدی نژاد یا واقعا حالا نفر بعدیش همین به همین جهت من یه بار اینجا عرض کردم آقای خامنه ای در این بار تلاش خواهد کرد کاراکتری مثل حداد عادل رئیس جمهور بشه کاراکتری که اگر هم تمام دنیا جمعشن پشت سرش بگن تو برو جلو خامنه ای بیست عرضه ای سر نداشته باشه یعنی از بعد اصلا شما فکر کنید مثلا آقای خامنه ای دنبال این که آدم با صلاحیت باشه نه فقط دغدغش اینه کسی باشه که براش آزار و اذیت ایجاد نکنه آقای دایی اگر اینطور که آقای واحدی توصیف کردن همه چیز به شکلی در بیت رهبری رقم زده میشه و در دستان آقای خامنه ای هست شورای نگهبان هم اختیار نداره به واقع اینها این مسئله رو از بیت رهبری دنبال میکنن چه اتفاقی باعث میشه که آقای خامنه ای تصمیم بگیره قدم بگذاره جلو و به مجلس بگه سوال نکنید از احمدی نژاد آیا آگاهانه این کارو میکنه برای اینکه بگه من همچنان همه چیز در دست منه یا اینکه ماجرا از دستش خارج شده و نیروهای سیاسی هستن که دعواها رو بدون توجه به اون چه که اون میگند در واقع به پیش میبره بله طبیعتاً همون مسئله دومی که اشاره فرمودید حرف خامنه‌ای رو کسی نمیپذیره دلایلش هم بحران کل نظامه اما من دو نکته رو بگم یکی در مورد صحبت خود شما یه ایراد کوچیکی دارم شما فرمودید که انتخابات آزاد یک آرزوست این خواست ملت بوده لااقل 30 سال پیش 33 سال پیش خواست ملت بوده حق ملت ایران بوده و انتظار زیادی هم نیست آرزو نیست کشور همسایه میبینیم که دارن انجام میدن خیلی از ما جلوترن در قبایل زولو در آفریقا هم الان از نظر دموکراسی از ما جلوترن نه من صحبتم آیه دایی صحبتم در این ارتباط بود که ما داریم در حوزه اصلاح قانون انتخابات صحبت میکنیم داریم در این مورد بحث میکنیم وگرنه طبیعتا هر کسی دوست داره در کشور انتخابات آزاد برگزار بشه اون چیزی که در فرض ما هست اون چیزی که مفروضه این که ما الان صحبت از انتخابات آزاد به اون مفهوم بین المللی به استانداردش صحبت نمی کنیم طبیعیه که داریم با همه محدودیت هایی که در نظام جمهوری اسلامی هست بحث میکنیم بله من این اشاره از این نظر کردم که خب ما با توجه به نمایشی که چند ماه دیگه خواهد بود این رو باید به مردم بگیم همواره
که این حقشون بوده و چقدر این نمایش دور از اون حقشونه. دوم ایرادی به گفته های آقای کاظمیان دارم، اینی که فرمودن چون آقای موسوی و کروبی در حرس هستن، خیلی ها در زندان هستن، انتخابات آزاد نیست. انتخابات هیچ وقت در 30 سال گذشته آزاد نبوده. اینکه شما 3 تا 4 تا از آدمای خود حکومت، پاسدار، شکنجهگر، شریک در جنایات این حکومت تو این 30 سال رو جلوی ملت بذارید بگید یکی از انتخابات، انتخابات نیست. اتفاقا گناه به اصطلاح اصلاح طلبان حکومتی خیلی بیشتره، برای اینکه به این نمایشات مسخره مشروعیت دادن، رنگ و لعاب دادن، مردم رو فریب دادن، هیزم این تنور انتخاباتی اونها بودن. اما برگردیم به این، درست میفهمید جناب دقانپور، دومیشه کسی حرف خامنه ای رو نمیپذیره، اتوریته لازم رو نداره. وقتی گماشته خودش احمدی نژاد حرف این رو نمیپذیره، مجلس درست 24 ساعت بعد از اینکه خامنه ای میاد میگه که دعواها رو دامن نزنید، خیانته، اینها اون سوال از احمدی نژاد رو مطرح میکنن. این نشون میده که در درون خودشون مسئله است. و الان تازه معلوم شده که داره باستاب نوشته که احمدی نژاد قرار بوده بره مجلس افشاگری کنه. چی دعوا سر چیه؟ دعوا سر اینه که میخواد بگه آقا مشکلات مملکت سر ولی فقیه در درجه اول، سیاست‌های کلی نظام احمدی نژاد چی کار است اصلا؟ شما فکر کنید الان لاریجانی به عنوان وزیر خارجه فرستاده به لبنان و به ترکیه و به سوریه، اصلا چی کاره است لاریجانی؟ سیاست خارجی یعنی صدور تروریست و دخالت در کشور منطقه، خب میگه در سپاه قدسه. برنامه هسته‌ای که باعث تحریم‌ها و همه مسائل شده، اینم که دست احمد نژاد نیست، دست سپاه و زیر نظر خامنه‌ایه. خب پس احمد نژاد چی کاره است؟ احمد نژاد می‌خواد بره این تو مجلس بگه. بنابراین تمام اختلافات از سردار علایش که به صدا در اومد، یا عماد افروغ، یا دیگران یا همین که رفسنجانی صداش پا شده، تمام اینها به یه نکته اشاره میکنه. مسئول غرق شدن این کشتی خود خامنه ایه، سیاست‌های بدون دنده و ترمز، بخش کوچکیش احمدی نژاده. اصلا احمد نژاد خامنه ای آورد که این سیاست بدون و دنده ترمز رو به پیش ببره. بنابراین حرف خامنه ای رو نمیپذیرن. دلیلش هم اینه که میبینن که سیاست خامنه ای رو به سقوط نظام رو داره به سقوط میکشونه. بنابراین باید این نکته رو دید، قدرتش کم شده، اتوریتش کم شده، نمیپذیرن دیگه. از این بالاتر که بیاد در نماز جمعه خط و نشون بکشه، نه رفسنجانی حرف بپذیره نه دیگران. بعد از 3 سال و نیم موسوی خوئینی حرفایی که زده رسما در مقابل خامنه ایستاده، احمدی نژاد رسما در مقابل خامنه ای، مجلس در مقابل خامنه ای. اینها نشان از کل ضعف کل نظامه. آقای کاظمیان شما چطور میبینید قضیه رو؟ برشک این بحثی که مطرح میکنن، آیا یک جریان، یک جناحایی از این ضعف، اگر بپذیریم چنین ضعفی وجود داره، یا قدرت‌های موازی سیاسی اینقدر جسارت پیدا کردن که خواستهای خودشون رو دنبال میکنن؟ آقای لاریجانی که رفته بود تو این سفر، نخست وزیر ترکیه میاد به ملاقاتش، در عرف سیاسی کمتر پیش میاد که رؤسای مجلس با سران کشورها به این راحتی تو این سفر چند روزش برشک دیدار بکنن. نظر میاد ایشون نقش ریاست مجلس رو به قول آقای دایی وزیر خارجه و این حرفا همه رو یکجا داره پیش میبره، الان هم که این تغییر تحولات رو در لحاظ سیاسی در انتخابات به دنبالش هستن. بله. آقای دقانپور ببخشید، من قبلش یک نکته‌ای رو در نقد صحبت آقای دایی مطرح کنم. اینکه انتخابات در جمهوری اسلامی هیچ وقت آزاد، سالم و عادلانه نبوده، من باش همدل نیستم. دست کم در ابتدای انقلاب، به خصوص در مجلس اول، در رفراندوم جمهوری اسلامی، جنس انتخابات کاملا متفاوت بود. در گام بعدتر به هر حال ما باید برای شعور شهروندان ایرانی ارزش قائل بشیم. به هر حال مردم ایران، صاحبان سرزمین ایران، کسانی هستن نیستن که فقط در خارجن، همه اونهایی که در داخلن و در خارجن، و میلیون ها شهروند در انتخابات ریاست جمهوری که دوم خرداد 76 برگزار شد، اینها تشخیص دادن که انتخاب آقای خاتمی در برابر آقای ناطق نوری میتونه کمک کنه به تغییر وضع اونها، و به نوعی اصلاحات رو مهر تایید برش زدن. در انتخابات مجلس ششم همینطور، چنان که در دور دوم ریاست جمهوری آقای خاتمی 22 میلیون نفر اومدن پشت ایشون، یعنی
یعنی به هر حال مردم ایران صاحب صلاحیتن که تشخیص بدن هر چند انتخابات با استانداردهای انتخابات آزاد سالم و منصفانه فاصله داره، اما به میزانی تحقق بخش دموکراتیزاسیون در ایران هست. با همین نگاه بود که مجدد در انتخابات سال 88 مردم بسیج شدن در یک حضور غریبی پشت آقای موسوی و آقای کروبی، و به خاطر همون حضور بود که وقتی مردم وجدان کردن نتایج انتخابات مخالف با اون چیزی است که اونا لمس کردن، از نزدیک درش حضور داشتن، خب طبیعتاً اون جنبش سبز رو شکل دادن و اعتراض کردن به انتخابات. آقای کاظمیان 30 ثانیه فرصت. و به هر حال میخوام بگم بله بله، و به هر حال این یک مطلب، مطلب دیگر این که به هر حال باندهای قدرت در جمهوری اسلامی منافع خودشون رو دارن، اما به هر حال همه اینها ذیل اون جریان اقتدارگرا دارن فعالیت میکنن. اختلاف نظر میان آقای لاریجانی، آقای ولایتی، حداد عادل، قالیباف معنیدار نیست، همه اینها در اون کشتی اقتدارگرایی سوارن و من معتقد نیستم که همه راهها فقط ختم میشه به بیت رهبری، یعنی اون جریان امنیتی نظامی رانتی، اون طبقه جدیدی که مسلط شده در حاکمیت جمهوری اسلامی، اونها در کنار رهبر جمهوری اسلامی و بله. در تعامل با ایشون و البته به سکانداری آیت الله خامنه‌ای دارن هدایت میکنن سیاست‌های کلی کشور رو. من با حرف آقای کاظمیان در اون زمینه موافقم که واقعا در بعضی جهات مردم شرکت کردن انتخابات، البته فرقی کرده قبل از تایید صلاحیت‌ها رأی مردم رو زمین می‌ذارن، بعدش که انتخابات تقریبا نتیجه همون بود، از سال 88 تصمیم گرفتن که نتیجه آرا رو هم عوض کنن. سپاسگزارم از شما آقای واحدی. آقای دایی، آقای کاظمیان، از شما تشکر میکنم برای شرکتون در این برنامه افق. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. تا افق یک شنبه، افقم 8 تا 9 شب ایران. سپاسگزارم.